تعطیلات عید خوبی رو سپری کرده باشین. سلام. سلام بچه. بریم شروع کنیم. جلسه قبلی یکم صحبت کردیم در رابطه با خط و ویژگی و از این حرفا. امروز بریم سراغ اصل درسمون دیگه، یعنی خیلی حرف خاصی نمونده، بیشتر بریم سوال حل کنیم. مرسی امیرعلی، ممنونم. بیشتر بریم سوال حل کنیم که ببینیم اوضاع چطوره. سریعتر از پله اول شروع کنیم، ببینیم تا کجاها میخواییم بریم بالا، ببینیم به چه صورت هستش. بریم جلسه قبل اومدیم چیا گفتیم؟ حالتهای مختلفی اول با دستگاه مختصات آشنا شدیم، بعد حالتهای مختلف خط رو گفتیم، بعد گفتیم به طور کلی چند تا حالت خط وجود داره؟ به طور کلی به جز حالتهای خاص چند تا حالت خط وجود داشت؟ مرسی بچه ها. 6 تا حالت خط وجود داشت، 3 تاشون با شیب مثبت، 3 تاشون با شیب منفی، با عرض از مبدأهای مثبت، منفی و صفر. 2 تا حالت خاص هم داشتیم که خیلی مهم بودن. یکی این که شیب خطمون چی باشه؟ صفر باشه. گفتیم وقتی شیب خطمون صفر باشه یعنی خطمون موازی محور ایگرگ هاست، حالا یا پایینه یا بالا. اچمون میشه همون مقدارش، مثلا اگر خطمون هست ایگرگ مساوی با منهای 3، خب اچما میشه همون ایگرگ یا همون منهای 3 یا همون عرض از مبدأ، یا اگر اینجا ایگرگ مساوی باشه با 5 اچما میشه همون عرض از مبدأ. پس به طور کلی وقتی که خط ما شیبش صفره، یعنی ام صفره، معادلش میشه به صورت ایگرگ مساویه. مساویه چی؟ یه عدد، حالا هرچی، 2, 3, 5, 10. ایگرگ مساوی با 2، ایگرگ مساوی با 3. و این که حالت خاص بعدیمون چی بود؟ این که شیب خطمون بی نهایت باشه. قبلا هم تعریف کرده بودیم شیب خط چی بود؟ به ام چی میگفتیم؟ همون تانجانت آلفا. بچه ها 11 میدونیم دیگه تو چه حالتی تانجانت آلفا میشه بی نهایت؟ وقتی که آلفا مقدارش چند باشه؟ وقتی که آلفا مقدارش، مرسی، وقتی که آلفا مقدارش 90 باشه. خب وقتی آلفا 90 باشه تانجانتش میشه بی نهایت. خب آلفا 90 یعنی زاویه‌ای که خط با قسمت مثبت محور ایکس ها میسازه. یعنی چجوری؟ یعنی مثلا زاویه که با قسمت مثبت میسازه باشه 90 درجه زاویه قائم باشه، یا قسمت منفی ها. تو این حالت معادله خط همون چجوری میشه؟ تو این حالت معادله خط چی میشه؟ میشه x مساویه x مساویه با یه عدد 2, 3, 4, 5, -7. چون که خط موازی محور y هاست، یعنی شما هر y بدی، y فرض کن مثلا این بدی، این بدی، اون براش فرقی نداره، اون یه x ثابت بهت میده. مثلا اگر x این نقطه باشه منفی 2، خطتون میشه x مساوی با منهای 2. تو هر ایگرگی بدی اون بهت x منهای 2 میده. نه نه، حالا دقت کن بچه ها، دقت کن بچه ها، به نظر شما x مساوی با یه عددی یا تو این حالت y مساوی با یه عددی هیچ کدومشون برابر هستن با y مساوی با x؟ سوال، هیچ کدوم مساوی هستن با ایگرگ مساوی با ایکس؟ نه دیگه. ایگرگ مساوی با ایکس چی بود؟ خطی که تو اگر ایکس 2 دادی ایگرگت هم بشه 2، اگر ایکس 3 دادی ایگرگت هم بشه 3. در واقع ایگرگ مساوی با ایکس همون نیم سازه ربع اول و سوم بود، اگه یادتون باشه جلسه قبلتون درست دادم اینا رو تو نیم سازها اینجا.
مثلا ما دو تا خط مهم داریم، یکیش اینه، یکیش این هست y مساوی با x، این هست y مساوی با منهای x. اینا رو ما قاطی نکنید. بریم جلوتر. دیگه چیا گفتیم؟ گفتیم معادله خط. گفتیم بچه ها معادله خط ویژگی خط. الان شما همه 11 هستیم دیگه، میدونیم. یادتونه مثلا تو دنباله ها تو 10 میگفتیم شما هر اطلاعاتی که بهتون دادن، شما فقط بریم دنبال جمله عمومی بگردیم. یادتونه تو دنباله ها میگفتیم بریم دنبال جمله عمومی دنباله بگردیم، اگر با توجه به اطلاعاتی که بهتون داده به جمله عمومی برسیم، بعد هر سوالی که ازتون بپرسه میتونیم جواب بدیم. مثلا بگه جمله 10، بگه جمله 20، بگه چه میدونم اختلاف جمله 10 از 20، قدر نسبت، هر چیزی که بپرسه اگر جمله عمومی رو داشته باشین میتونین جواب بدین. اینجا هم شما باید با توجه به اطلاعات مسئله خودتون رو برسونید به معادله خط. معادله خط هم یعنی ویژگی خط، یعنی رابطه ای که بین ایکس و ای بگه. بعد هر سوالی که از شما پرسید شما بتونید جواب اون سوالش رو با توجه به معادله خط بدید. خب حالا میخوام معادله خط بنویسم. چجوری معادله خط بنویسم؟ دو تا حالت وجود داره. حالت اول، اگر شیب خط یعنی M و مختصات یک نقطه از خط رو به ما بدن، میخوایم معادلش رو بنویسیم. چجوری بنویسیم؟ میگیم ایگرگ، اینو قشنگ گوش بدید، ایگرگ منهای ایگرگ ها، در واقع ایگرگ منهای ایگرگ نقطه مساوی با ام، یعنی همون شی در ایکس منهای ایکس نقطه. اینو فارسیش رو یاد بگیریم. پس یه نقطه بهتون میده، شیبم بهتون میده، این ایگرگ و ایکس ثابتن، این شیب بستگی داره شیبتون چند باشه، ایگرگ نقطه و ایکس نقطه رو هم یه نقطه بهتون میده مثل ایکس ها و ایگرگ ها. این یه راهشه. یه راه دیگه اینه که شیبو بهت میده، جایگزین کن اینجا تو معادله خط، یه نقطه هم مثل آ ایکس آ و ایگرگ آ بهت داده، بذار جای ایگرگ و ایکس، ایچو به دست بیا. حله. کلن نوشتن معادله خط همین دوتا راه رو داره، اما اگر دقت کنید تو هر دوتا راه ما یک چیز خیلی مهم میخواییم، اونم شیب رو باید به همون بده. تو حالت بعدی حالتیه که شیب به همون نمیده و خودمون باید بریم شیب رو به دست بیاریم خودمون بده. اگر شیب خط رو به ما ندهند، بچه این ندهند به ها، اگر شیب خط رو به ما ندهند و فقط مختصات دو نقطه آبی رو به ما بدن، یعنی چی؟ یعنی بگی آقا یه نقطه دارین مثل آ، یه نقطه دارین مثل بی، مختصاتش هم بده، مثلا اینجا بگه 1 و 2، اینجا بگه 3 و 6، دو تا نقطه رو بهتون بده. حالا بگه معادله خط رو بنویسید. اوکی، صبر کن درس رو بدم. حالا بگه معادله خط رو بنویسید چیکار میکنی؟ اول باید این خط رو رسم کنی، شیبش رو پیدا کنی. شیبش رو چجوری پیدا کنم؟ این نقطه و این نقطه. گفتیم شیب میشه تانجانت آلفا، یعنی این زل به این زل، یعنی ایگرگ بی منهای ایگرگ آ، در واقع همون دلتا ایگرگ، تقسیم بر ایکس بی منهای ایکس آ. آقا این شیب، شیبو که به دست آوردی، امتو که به دست آوردی اینجا،
حالا بقیه راهاش میشه همون قبلیه. پس یا یک نقطه و شیب رو بهت میده، یا به جای شیب دو تا نقطه بهت میده که میری اول شیب رو به دست میاری، بعد با استفاده از نقاطی که داده شده سوال رو حل میکنی. بس میکنم. تمرینات تمرین چند حل کردیم؟ یه نفر به من بگه تمرین اصلا هرکی تمرین یک حل شد تا تمرین هفت حل کردیم سر کلاس. بیا تمرین هشت، یکی از بچه ها سوال داره، سوال دست بیا بگو امیرعلی صدا فرست. بگو صدا فرست. سلام بسه. سلام حسنم چطوری؟ خوبی؟ نه جزوه خوندی؟ بله استاد، من فقط جزوه رو من به شما گفتم که هنوز به کتابش نرسیده. آره گفتم دیگه، گفتم جزوه جلسه اول اینو درسش بدیم، بعد دیگه جزوه فصل اول رو کامل شما دریافت میکنیم. اوکی؟ اصلا چه سوال هشت؟ اومده همون نرگاهی که با نکته گفتی رجوع طول از نرگاه. بله بله اصلا با همون هشت که همه در آخر برای هر معادلی به دست آوردم این نقطه که سوال دادا رو گذاشتم داخلش معادله درست در نمیاد. خب یه با هم دیگه حلش کنیم، همینجوری صدا فر وصل باشه با هم دیگه حلش کنیم. گفته معادله خط را بنویسید که از این نقطه بگذرد و از مبدأ آن سه برابر طول از مبدأش باشه، درسته؟ یعنی اگر از مبدأ رو من چی بگیرم؟ مثلا بگیرم کیو، قبوله؟ طول از مبدأ رو چی بگیرم؟ پی. خب الان کیو چی میشه؟ گفته از مبدأ سه برابره طول از مبدأ باشه، یعنی کیو باشه سه تا پی، قبوله؟ قبلا چی بهتون گفته بودم؟ قبلا چی بهتون گفته بودم؟ فرمولشو بگو. x به روی p به علاوه y به روی q برابر است با y. x به روی برای بچه‌ای که جدید اومدن نمیسم x به روی طول از مبدأ قبوله؟ نه. به علاوه y برای به روی عرض از مبدأ مساویه با یک. یعنی اینجا چی میشه؟ میشه x به روی p به علاوه y به روی q مساویه با یک، درسته؟ نه. خب حالا برم جای q چی بذارم؟ سه. جای q بذارم سه. و از طرفی مگه یه نقطه مثل آ رو به هم نداده؟ خب میتونم ایکس و ای دگشو جایگزین کنم دیگه، درسته؟ نه. یعنی بگم ایکس ها چنده؟ به روی پی به علاوه ایگرگش چنده؟ سه. به روی سه. مساویه با یک، درسته؟ خیلی خوب. حالا این سه با این سه ساده میشه، در واقع شما داری منهای دو پی به علاوه یک پی مساوی با یک. پی شما چند میشه؟ یک تقسیم بر منفی یک. نه دیگه، مخرج مشترک بگیر زشته پی منهای دو به علاوه یک مساوی شده با یک، پس اینجا میشه منفی یک، پیه شما باید منفی یک باشه دیگه. گرفتی چی شد؟ بله. پی شد منفی یک. خب حالا که پی رو به دست آوردم در واقع طول از مبدأ من شده منفی یک، عرض از مبدأ من شده منفی سه. خیلی خب
وقتی طول از مبدا و عرض از مبدا خط رو داری، یعنی دو تا نقطه ازش رو داری دیگه. بله بله، میشه شیوه به دست بیاری. میتونی شیوه به دست بیاری. اولا که این طول از مبدا میشه نقطه منفی یک و صفر، عرض از مبدا میشه نقطه صفر و منفی صفر. میتونی بری شیب به دست بیاری، معادله خط بنویسی، میتونی چیکار کنی؟ جایگزینش کنی تو همین. مگه قبلا وقتی طول از مبدا و عرض از مبدا داشتی، مگه از این فرمول استفاده نمی‌کردی؟ بله. درسته امیرعلی؟ بله. خب الان مثلا استفاده می‌کنی دیگه، میشه x نقطه به روی طول از مبدا به روی منهای یک به علاوه عرض نقطه، یعنی چی؟ ببخشید، y نقطه به روی عرض از مبدا، یعنی منفی استفاده می‌کنم براتون. خب چی میشه؟ مساوی با یک. خب حالا میخوای اینو حل کنی، چیکارش کنی؟ یه منهای سه روش ضرب کن تو دو طرف. اینا دیگه بچه محاسبات ریاضیتونه باید قوی باشه. منهای سه رو اولی ضرب کنی چی میشه؟ میشود سه ایکس. منهای سه تو دومی ضرب کنی منهای سه این بر ضرب کنی میشه منهای سه. این شد معادله خط. خواست خوشگل‌تر بنویسیش، میشه ایگره مساویه با منهای سه ایکس منهای سه. حله؟ بله. کجا شو اشتباه کرده بودی؟ استاد پی به دست آوردن طول از مبدا. آها، پی رو اشتباه به دست آوردی، در نتیجه عرض از مبدا هم اشتباه به دست اومد، در نتیجه کلا معادله خطت اشتباه شد. درسته؟ بله. امیرعلی کدوم مدرسه ای؟ من پروردم. مرسی. کتاب گرفتی یا نه؟ منتظری از هفته آینده که گفتم بگیریم. من خودم هفته آینده میگم. مرسی. پس هفته آینده میگم کتابتون رو بگیرین، تستاتون رو شروع کنین. فعلا خدافظ. ممنون. بچه‌ها همه فهمیدین چی شد؟ همه اوکی؟ جلسه قبل واسه بچه‌هایی که جدید اومدن، یکی دو تایی جدید داریم، جلسه قبل ما گفتیم جدا از این که میتونیم یه خطی رو با توجه به فرمولایی که گفتیم بنویسیم، میتونیم یه خطی رو با این فرمول بنویسیم، بگیم x به روی عرض از مبدا، x به روی طول از مبدا، x به روی طول از مبدا به علاوه y به روی عرض از مبدا مساوی با یک. این سوال اینجوری حل کردیم، گفتیم طول از مبدا رو بهمون داده، عرض از مبدا رو بهمون داده، مثلا تو این سوال x به روی طول از مبدا، طول از مبدا چنده؟ دو، به علاوه y به روی عرض از مبدا منفی 4 مساوی با یک. بعد سوالمون حل کردیم، اوکی؟ یه منهای 4 ضرب کردیم و حلش. حالا این سوال استفادهش از همونه، اومده عرض از مبدا رو به شما گفته، عرض از مبدا 3 برابره طول از مبدا پارامتری، اینو گرفتی پی، این شد 3 پی، از فرمول قبلی استفاده کردی، نقطه رو توی به جای ایکس و دگش جایگزین کردی، پی رو به دست آوردی، پی رو به دست آوردی، انگار عرض از مبدا و طول از مبدا به دست اومده. بعد معادله خطتو نوشتی، اوکی؟ عکسی، اسکرینی، چیزی میخوایم بگیریم بگیریم، بریم تمرین رو. بریم بچه هایی که نوشتن یک بفرستن، نوشتن و فهمیدن، بچه هایی که نوشتن و فهمیدن یک بفرستن، بچه‌ای که نفهمیدن دو بفرستن یا منفی بفرستن. نرسی آلا، نرسی هدیه. بریم.
فرمی بعدی مقدار ها را چنان کنید که این خط از نقطه فلان بگذرد. بچه آمده یه خطی رو مرسی امیرعلی عالی اومده یه خطی رو به شما داده، اما معادله خطتون کامل نیست. علاوه بر ایکس و ایگره که همه خط ها معلفه ایکس و ایگره رو دارن، این ایکس این هم ایگره، اومده یه مشکول آن برای شما مشخص کرد. اما یه چیز دیگه هم گفته، گفته از نقطه این بگذارد. چیکار کنم؟ حالا جواب میدی؟ بیارم تو خط. مرسی. سلام حالا. حالا صدات بسته. یکم بلندتر حرف بزن. بله صدات هست ولی یکم ضعیفه. مرسی عالی. کدوم مدرسه یالا؟ نمیدونم. مرسی. جواب چند به دست آوردی؟ آنچه. مرسی. چکارش کنم؟ مرسی بچه ها. وقتی گفته این خط از نقطه منهای یک و منفی دو میگذرد، یعنی نقطه منهای یک و منفی دو روی خطمون قرار داره. مثلا اگر این خط ما باشه، نقطه آ با مختصات منهای یک و منفی دو روی خط قرار داره. وقتی روی خط قرار داره، پس از معادله خط پیروی میکنه. خب حالا چی میگه؟ میگه برم جای ایکسش بذارم منهای یک، جای ایگرگش بذارم منهای دو، در نتیجه آ به دست میاد. خب بگو بنویسم. حالا چی بنویسم؟ خب بگو، من فقط میخوام یادداشت کنم. خب میگه آره بگو دیگه. منهای دو در برمه دیگه، منهای سه در برمه دیگه، روزه با دو آمنهای خب حل شده چی میشه؟ این فیلم ضرب بشه، تو اینم ضرب بشه، میشه منهای آم در بیتو در بیشیش مثل دو آمنهای چون تونیه مرمونی میتونه و نکرالی کنید در بیتوی آم قبوله؟ پس این بردارم یه هشت، یه منهای چهارم از این بر میاد، علامتش مثبت میشه، میشه به علاوه چهار. این بر دو آ دارم، یه منهای آ میاد میشه سه آ، سه آ شده دوازده، پس آ میشود. نرسی حالا عالی. مشکلی سوالی تو جزوه نداشتی تا اینجا؟ درس کامل؟ اوکی مرسی، خدا نگهدار. جان؟ مگه میشه؟ خودش گفته نقطه منهای یک و منفی دوه. مثل این میمونه که اسم یه نفر باشه، مثلا چه میدونم مصطفی اکبری، بگه من میخوام صداش بزنم اکبر مصطفی، میشه؟ نقطه آ نقطه ای که ایکسش منهای یک، ایگرگش منهای دو، این نقطه رو خط قرار داره. بریم جلوتر. حالا میخواییم بریم وضعیت دو تا خط نسبت به همدیگه رو با همدیگه بسنجیم. بچه دو تا خط نسبت به همدیگه چند تا حالت داره تو صفحه به نظر شما؟ خب چیه حالت هاشون بچه هایی که میگیم دوتا موازی یا عمود؟ خب به غیر از موازی و عمود حالت دیگه ای هم دارن؟ موازی، عمود، منطبق. خب بریم یه لحظه سب کنیم، من یه صفحه سفید باز کنم براتون. بچه ها دو تا خط فرض کنیم، این یک خط
دیه یک و یه خطی هم مثل دیه دو داشته باشه، مثلا این هم خط دیه دو. قبوله؟ خب الان این دوتا خط با هم دیگه چه ویژگی دارن؟ دی یک و دی دو با هم دیگه مرس. پس میگیم دی یک موازی بودن اینجوری نشون در موازیه دی دو. خب دوباره فرض کنید من یه خطی دارم دی یک و یه خطی هست اینم باشه دیه دو. میدونی که اینجا هم زاویه نداره. این دوتا خط با هم دیگه زاویه تند و باز و حساب رو برم در این نزدیک میشی. این شدن وضعیت دوتا خط بسید پس دوتا خط تو صفحه نمیتونن اینجوری باشن. این باشه دیه یک، این باشه دیه دو. نمیتونن دوتا خط این مدلی باشن؟ مشکلی داره؟ مشکلی داره بچه ها؟ خب پس این دوتا خط اسمشون چی میشه؟ این دوتا خط با هم متقاطعن، یعنی میگیم دی یک و دی دو با هم متقاطع، یعنی همدیگر رو قطع کردن. متقاطعن، همدیگر رو قطع کردن، اما لزوماً عمود نیستن. قبوله؟ لزوماً عمود نیستن. چرا عمود نیستن؟ چون زاویه بینشون 90 درجه نیست. اونش میگن که عمود هستش قطع میکنه. به علاوه هم عمود هم قطع میکنه. اونش توی همون میگه عمود بگه یا خدای قطع میکنه فرق میکنه مولیه متقاطع. و یک حالتی هم که بچه‌ها گفتن این بود که دو تا خط رو هم دیگه این باشه دی یک و دقیقا روی دی دو روی این منطبق باشه. بگیم دو تا خط بر هم منطبق هستن. دو تا خط بر هم منطبق هستن. اما میخوام چند تا چیز بگم. یک، منطبق و موازی نه دیگه، میگم بهتون میگم چه تو چه حالتی شیوا چه شکلی باشه چه اتفاق میفته. میخوایم همینا رو درس بدیم بچه‌ها. منطبق و موازی، منطبق یه حالتی از موازی بودن، پس منطبق یه حالتی از موازی بودن، فقط به این بستگی داره که عرض از مبدأش چه شکلی باشه. منطبق یه حالتی از موازی بودن. عمود یه حالتی از متقاطع بودن، یه حالت خاص از متقاطع بودن. اوکی؟ عمود یه حالت خاص از متقاطع، یعنی دوتا خط همدیگر رو قطع کنن. عمود یعنی دوتا خط همدیگر رو قطع میکنن، حتما زاویه بینشون 90 باشه، یه حالت خاص. در سطح کتاب درسی شما ما فقط عمود و موازی و عمود رو بررسی میکنیم، فقط موازی و عمود رو بررسی میکنیم. از این نظر اون دوتا حالت رو بهتون گفتم که اگر سوالی براتون اومد، حالا چه تو قالب صحیح غلط چه غیر صحیح غلط، اوکی باشه. حله؟ خب بریم. گفتیم دوتا خط یا با هم در سطح کتاب درسی شما فعلا میخواییم تمرین حل کنیم یا با هم موازی هن یا بر هم عمود. حالا کی موازی هن؟ کی موازی هن؟ دو خط موازی هن اگر و تنها اگر M مساویه با M بیم، یعنی شیباشون با هم برابر باشه، شیبا با هم برابر باشه. و دو خط عمودند اگر و تنها اگر ام ام پریم منهای یک، اگر و تنها اگر ام ام پریم منهای یک باشه. یعنی که ما اگر خواستیم سوال حل کنیم باید داریم تو سوالمون شیب یک خط رو به همون میده یا خودمون پیدا میکنیم. اگر خواستیم یک خط دیگه باهاش موازی باشه باید شیبش رو با خط اولی مساوی قرار بدیم. اگر خواستیم بر هم عمود باشن باید حاصل ضربشون بشه منفی یک. فقط اینجا دقت کنیم، وقتی M
در ام پریم مساوی میشه با یک منفی یک. ام پریم چی میشه؟ میشه طرف معلوم بخش بر ضریب مجهول. در واقع یا اینکه شیباشون حاصل ضربشون بشه منفی یک، یا اینکه یکی قرینه و معکوس اون یکی باشه. یعنی اگر شیب خط اولم بود دو، شیب اون یکی چی باشه بچه‌ها؟ اگر شیب خط اول بود دو، برای اینکه عمود باشن شیب خط بعدی چی باشه؟ مرسی، باشه منفی یک. اگر بود منهای 17 شیب خط بعدی چی بشه؟ مثبت 17. مرسی، عالی، بشه منهای 17 یا با قول بچه ها 17. اگر بود 2 43 اون یکی چی باشه شیبش؟ شیب خط دی یک باشه. شیب خط دی دو چی میشه؟ مرسی بچه ها، بشه منفی 43 دوم. قرینه و معکوس، قرینه و معکوس. بریم دو تا سوال حل کنیم بعد میام این نکات رو بهتر میندم. در هر قسمت وضعیت دو خط نسبت به یک دیگر را مشخص کنیم. وضعیت دو خط نسبت به یک دیگر. بریم الف اول من حل کنم. خط ا شیبش چنده بچه ها؟ خط ا شیبش نه بچه با من باشه. خط ا شیب مرسی شیبش هفته. چرا هفته؟ این وقتی مرتبش میکنی میشه mx بعد به h، این میشه هفت. خط l پریم شیبش؟ مرسی بچه ها، منفی هفت 49. منفی هفت 49 رو اگر ساده کنیم قبول داریم میشه منهای 1/7. خب الان 7 و منهای 1/7 با هم دیگه قرینه و معکوس هم دیگه، قرینه و معکوس. یعنی میدونم 7 ضرب در منهای 1/7 مساوی میشود با منهای 1. پس تو این حالت دوتا خط با هم دیگه هم بعدیش شیب خط ال، شیب خط ال، شیب خط ال. مرسی. ام ال لیسر شیب خط ال پریم. بچه ها حواستون باشه نکته چی؟ دقت کنید اینجا معادله خطم استاندار نیست. اول باید برم معادله خطم رو استاندارد کنم. چجوری استانداردش کنم؟ بگم منهای 3y مساویه با 1 منهای x، حالا y مساوی میشه با منهای 1/3 به علاوه 1/3 x. خوشگلتر بخوام بنویسمش ایگری میشه 1/3 ایکس منهای 1/3. حالا شیب خط رو میتونم تشخیص بدم. شیب خط امام چی میشه؟ مرسی 1/3 اینه دیگه شیب خط. حواستون باشه نکته برای خودتون یادداشت کنید. وقتی معادله خطم استاندارد نبود باید معادله خطم استاندارد بکنم. وقتی که استانداردش کردم حالا شیب خطش مشخص میشه. اینجا ام 1/3، اینجا ام
یک سوم دو تا خط با هم دیگه چیان موازی هست. چرا؟ چون M مساویه با M3. بعدی X مساویه دو پنجم L پریم Y مساویه چهار سوم با هم دیگه. مرسی امیرعلی، عالی. مرسی آلا، عالی. یه لحظه دیگی. آها اینا حالت خاصن. x مساوی دو پنجم یعنی و از طرفی y مساوی چهار سوم یعنی این. خب الان این خط و این خط با هم دیگه این و این درسته. بعدیش دو ایکس منهای سه ایگرک مساویه با چهار و الپریم سه ایکس و علاوه دو ایگرک مساویه با نو. بریم بنویسیم. بچه دوتا معادله خط استاندارد هستن؟ دوتا معادله خط استاندارد هستن؟ نه. بریم استاندارد کنیم. مثلا اینجا بگیم آقا سیگره رو میارم این بر، چهار رو میارم این بر. پس چی میشه؟ میشه دو ایکس منهای چهار مساویه با سه. طرفین تقسیم به سه که ضریبه ای بگه از بین بره. پس میشه دو سوم x منهای چهار سوم مساویه با y. خواسته خوشگل تر بدیم سیش. y مساوی میشه با دو سوم x منهای چهار سوم. شیبش چی شد؟ شد دو سوم. پس m شد دو سوم. بریم بعد دو ایگرگ همین طرف باشه، این بیادیم دو ایگرگ مساویه با نه منهای سه ایکس. تقسیم به دو کنم ایگرگ مساویه میشه با نه دوم منهای سه دوم. خوشگل بنویسم ایگرگ منهای سه دوم ایکس به علاوه نه دوم. شیبه شد منهای سه دوم یعنی ام پریم. خب حالا به من بگیم ام و ام پریم با هم دیگه دوتا خط ال و ال پریم با هم دیگه. مرسی. ام و ام پریم قرینه و معکوس در نتیجه ال و ال پریم همون. همینجا یه نکته بهتون بگم. اول بچه‌ای که فهمیدن یک بدن، پلاس بدن، مثبت بدن، من ببینم موضوع چطوره. هدیه امیر حسین بریم. کچکترش بکنم کنم پاره من چکترش. حالا بچه میخوام یه نکته بهتون بگم. یه نکته واسه وقتایی که شما معادله خطتون استاندارد نیست. مثل کدوم حالت ها؟ مثل ت. مثل کدوم حالت؟ مثل این.
مثل کدوم حالت مرتب کردیم؟ وقتی که شما معادله خطتون استاندارد نیست، اما معادله خطتون استاندارد نیست، اما x و y کنار هم دیگه قرار دارن، یعنی یه طرف تساوی هست، مثل چی؟ مثلا این دیگه معادله خطتون مثلا هست ax به علاوه by به علاوه c مساوی با هرچ، مثلا 2، 3، یه عدد، 0، 1. مهم نیست. معادله خطتون هست ax به علاوه by به علاوه c، یا مثلا معادله خطتون هست ax به علاوه by خودش مساوی با c، یه عدد. فرقی نمی کنه. یعنی x و y شما کنار هم دیگه قرار دارن. هر وقت خواستی خیلی سریع شیب رو پیدا کنی، نخواستی استاندارد کنی، خواستی سریع به شیب برسی، n میشه منفی ضریب x به ضریب y. یه منها میذارید، حاصل تقسیم ضریب x به ضریب y. اوکی؟ میگم امیرعلی، فعلا اینجا که دارم به کار میگم به کار ببرید تا برسیم بپشون. اوکی، مثلا بیاییم با هم دیگه چک کنیم اینجا بچه ایکس و ایگره کنار هم هم بر ام میخوای تعیین کنیم چی میشه؟ گفتم یه منفی بذار ضریب ایکس دو به ضریب ایگره منهای سه، منفی تو منفی زد میشه بشه دو سه. ببین این دو سه بوم اینجا دو سه. بعدیش به اینجا x و y کنار هم گفتم m میخوای تعیین کنی، یه منفی بذار ضریب x سه به ضریب y دو. ببین منفی سه دوم منفی سه دوم، یعنی باید همونطوره باشه x و y نه دیگه. میگم وقتی x و y کنار همن، نخواستی استاندارد کنی این راه طولانی رو بری، خیلی سریع منفی میذاری، میگی ضریب x تقسیم به ضریب y. فقط حواست باشه که x و y کنار هم دیگه، یعنی یه طرف تساوی باشه. اوکی؟ خیلی خیلی زیاد تو محاسبات سرعتتون رو میبره بالا. بیا اینم امتحان کنی. اما اینجا منهای ضریب x یک ضریب y کلن یک سه بینید یک سه و هم یک سه بینید تشابه بگیم بسه. خیلی تو محاسبات کمکتون میکنه، خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد. پس از این نکات سعی کنین استفاده کنین، از این نکاتی که چون شما تو روز کنکور یا تو دفترچه آزمونتون جای زیادی ندارین که بخواین یک ساعت شروع کنین به نوشتن و اینا. بعضی وقتا که بشه بهتون میگم که هم از نظر سرعت و هم از نظر دقت و هم از نظر جا براتون به صرفه باشه. حله، بریم بعدی. یه اتحادی داره مختم نکاب کنی نکابش کنم. خب حالا چی داریم؟ گفته فاصله دو نقطه از هم یا طول پار خط، یعنی میاد یه نقطه مثل نقطه آ رو به شما میده. خب بچه این نقطه آ یه مختصاتی داره مثل ایکس آ و ایگرگ و یه نقطه یه هم مثل نقطه بی به شما میده، این هم یه مختصاتی داره مثل ایکس بی و
طول این پاره خط میگه این پاره خط ها به چند سانتی متره چند متره طول پاره خط یا از شما فاصله به جایی که بگه طول پاره خط میگه فاصله آ از بی میگه فاصله آ از بی این دوتا رو از شما میخواد چجوری باید به دستش بیاری؟ میگی من اگر بیام یک مثلثی اینجا تشکیل بدهم اگر بیام این مثلثی اینجا تشکیل بدم این مثلث این مثلث این مثلث آموزاویه میشه قبوله؟ این مثلث حل بچه ها این یک مثلث آموزاویه است تو مثلث آموزاویه یه قضیه خیلی مهم داشتیم قضیه یه فیثاغورس قضیه فیثاغورس چی میگفت؟ میگفت این ضرب به توان دو به علاوه این ضرب به توان دو میشه آب به توان و تر به توان خب پس آب به توان دو میشه این ضرب این ضرب رو چی بنویسم بچه ها؟ قبول دارین این ضرب میشه این پار خط پس میشه ایگرگ بی منهای ایگرگ آ این چی میشه؟ این میشه ایکس بی منهای ایکس آ پس آب به توان دو میشه ایگرگ بی منهای ایگرگ آ به توان دو به علاوه یه آبه میشه بتر به توان دو دیگه میشه ایگرگ بی منهای ایگرگ آ به توان دو به علاوه یه ایکس بی منهای ایکس آ به توان دو قبوله بچه ها؟ خب این چی شد؟ این شد بتر به توان دو اما من بتر رو که نمیخواستم بتر به توان دو شو نمیخواستم من خود بتر رو میخواستم پس در نتیجه میام از طرف این جذب میگه میام از طرف این جذب میگه میشه آب مساوی رادیکال x ب منهای x آ به توان دو به علاوه y ب منهای y آ به توان دو حل بچا حل اوکی بفرستین بریم سوال بعدی قبل از اینکه بخوام بریم سوال بعدی میخوام چند تا نکته بهتون بگم فاصله یه نقطه از مبدأ چی میشه بچه‌ها فاصله نقطه آ از مبدأ فاصله نقطه آ از مبدأ چی میشه بچه دقت کنید فاصله نقطه آ از مبدأ اگر مبدأ شما مختصاتش چیه؟ مبدأ مختصاتش؟ صفر و صفر آ مختصاتش چیه؟ x آ ایگره که درسته؟ خب وقتی میخوام او آ یا فاصله نقطه از مبدأ رو پیدا کنم چی میشه فرمولش میشه رادیکال ایکس آ منهای ایکس او که صفر به توان به علاوه ایگرگ آ منهای ایگرگ او که صفر پس در نتیجه هر زمانی که شما خواستین او آ یا فاصله یک نقطه تا مبدأ رو پیدا کنین چی میشه؟ میشه رادیکال ایکس آ به توان دو به علاوه ایگرگ آ به توان دو
فاصله نقطه است؟ یعنی مثلا اگر من به شما گفتم فاصله نقطه 3 و 4 یعنی x 3 y 4 از مبدا چنده، شما چی میگین؟ میگین رادیکال 3 به توان 2 و علاوه 4 به توان 2، رادیکال 25 میشه 5. حله؟ یعنی چی مبدا رو عوض کنه؟ مبدا همیشه اگر گفت از مبدا 0 و 0، مگر اینکه میگه فاصله نقطه A مثلا تا B تا نقطه C، اما اگر بگه از مبدا همواره 0 و 0. بچه آلا خیلی رعایت میکنه، هر موقع من میگم اوکی یه یک برای من میفرسته، من خیالم راحت میشه که حل موضوع، نیاز نباشه من چند بار بپرسم. اوکی بفرستیم بچه ها. الان اوکی بچه ها؟ امیرعلی بیا، من نمیفهمم چی میگی، صدا تو وصل میکنم نبینم چی منظوره چیه، بپرس امیرعلی. واسه تو بشه در منظور اینه که مثلا توی صورت سوال بیاد بگه مبدا رو فرض کنیم به جای نقطه 0 و 0 مثلا یه نقطه دیگر رو بگه، مثلا بگه مبدا رو فرض کنیم 2 و 3 باشه. خب میگه فرض کنیم به جای 0 و 0 بگه مبدا 2 و 3 باشه، اولا همچین حرفی نمیزنه، اما وقتی بگه مبدا 2 و 3 باشه یعنی توی دستگاه مختصاتی، در یک دستگاه مختصاتی شما بیا 2 و 3 رو پیدا کن، درسته؟ میگه مبدا 2 و 3 باشه، وقتی میگه مبدا یعنی 2 و 3 یعنی این نقطه بشه مبدا یه دستگاه مختصات دیگه. اگر میگه مبدا باشد 2 و 3 مبدا باشد، مبدا چی باشد؟ مبدا یه دستگاه مختصات دیگری باشد. گرفتی چی شد؟ بله اصلا، یعنی نمیتونه که بگه مبدا 2 و 3 باشد، مبدا همیشه 0 و 0. بله اصلا. حل بچه ها بریم بریم نکته بعد. این بود نکته یکمون. بعدی فاصله نقاط همطول یعنی چی؟ یعنی تعریف کنه بگه آقا آ هست ایکس و ایگرگ یک، B هست X و Y دو. یعنی چی؟ مثلا مثال میزنم براتون، بگه مثلا بگه A باشه 1 و 3، B باشه 1 و 5. ببینید X ها ثابته، هم طوله، ایکسشون یکیه، ایکسشون یکیه، ایکس و ایگرگ یک، ایکس و ایگرگ دو، درسته؟ حالا فاصله آبه چی میشه بچه ها؟ میشه قدر ایگرگ دو منهای ایگرگ یک، قدر ایگرگ دو منهای ایگرگ یک، یعنی 5 منهای 3. واضح است دیگه چرا؟ واضح است که چرا؟ بیان 1 و 3، 1 و 5. این اگه 1 باشه این میشه 3، این میشه 5، این میشه نقطه A، این میشه نقطه B. فاصله A و B چی میشه؟ 5 و 3. پس حواستون باشه فاصله نقاط همطول. به نظر شما حالت خاص بعدی چی میشه؟ حالت خاص بعدی چی میشه بچه ها؟ فاصله نقاط مرسی آلا، مرسی هدیه عالی، فاصله نقاط هم عرض. فاصله نقاط
عرض. یعنی این دفعه چجوری باشه؟ این دفعه ایگرگامون ثابت بمونه. این دفعه ایگرگامون ثابت بمونه مثل چی؟ آ باشه ایکس آ و ایگرگ، بی باشه ایکس بی و ایگرگ. درسته؟ این دفعه فاصله نقاط از هم دیگه چی میشه بچه ها؟ آبی چی میشه؟ میشه قدر مطلق ایکس بی منهای ایکس آ. عالی امیرعلی، مرسی مرسی بچه ها، عالی. اینا باعث میشه سریع‌تر بتونید سوالا رو حل کنید، وگرنه همشون از همون میان. چرا؟ چون شما بیاین بذارید تو فرمول بالا جایگزین کنید، ایگرگ منهای ایگرگ میشه صفر، میشه ایکس بی منهای ایکس آ به توان دو زیر رادیکال که قدرش میاد بیرون. پس همه از همون فرمول گرفته میشن. اما فقط برای اینکه بچه‌هایی که میخواین تست بزنیم، یعنی 11مین کم کم باید تست بزنیم، دستتون تو تست دادن روون باشه. یک فرمول خیلی مهم دیگه هم داریم، اینو که بگم دیگه فقط داریم با هم دیگه شروع کنیم تمرین حل کردن. فرمولمون چیه؟ میگیم آقا وسط پاره خط آبی، وسط پاره خط آبی، اگر من یه خطی داشته باشم این آبی، این خط کجا باشه؟ تو دستگاه مختصات دیگه این خط. اوکی؟ بذارم اون بعدی یه ازاد براتون بده. محور ایگری، محور ایکس، یه خطی دارم مثل خط آ و ب. خب بچه ها قبول داریم این آ و ب یه مختصاتی دارن مثل ایکس آ ایگری دارن، ایگری بی ایکس بی. قبوله بچه ها؟ حالا از شماها بخواد مختصات نقطه وسط، از شما چی بخواد؟ مختصات نقطه وسط. بگه من اسم اینو میذارم M، به من بگین M مختصاتش چند و چنده، به من بگین M مختصاتش چند و چنده. شما چیکار میکنید؟ میگه من برای اینکه بفهمم M مختصاتش چند و چنده باید برم Xش رو به دست بیارم، XM و ایگرگم. چجوری ایکس ام و ایگرگم رو دست بیارم؟ قبول داریم ایکس ام وسط ایکس آ و بیه، پس در نتیجه ایکس ام می شود ایکس آ به علاوه ایکس بی تقسیم بر دو. ایکس آ به علاوه ایکس بی تقسیم بر دو. ایگرگم وسط ایگرگم آ و بی، پس چی میشه؟ میشه ایگرگ آ بله بی ایگرگ بی تقسیم بر دو. ایگرگ آ بله بی ایگرگ بی تقسیم بر دو. نه به هیچ عنوان. امیرعلی سوال بچه نقطه وسط رو فهمیدین؟ اول ما میگیم نقطه وسط رو فهمیدین؟ بچه های فهمیدن یک، بچه های نفهمیدن دو، بدوی. مرسی، حالا داره دست کن میاد سریع دو بدواتون برمیست. امیرعلی چی میگه؟ میگه مختصات نقطه وسط با چی گفتی؟ مختصات نقطه وسط با نقطه تلاقی همون پارخط با یه پارخط دیگه. نه دیگه، بیا این میشه نقطه تلاقی، اما این میشه نقطه وسط این خط، یعنی خط آبی
این هم میشه نقطه وسط خط سبز. گرفتی چی شد؟ امیرعلی؟ هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. پس براتون نوشتم اگر ام نقطه وسط پار خط آب باشد داریم چی داریم؟ اینو داریم. بریم جلوتر. بیا اگر خط دی یک به این معادله و خط دی دو به معادله ام ایکس به علاوه 4 باشد، ام را طوری بیابید الف خطوط دی یک و دی دو با هم موازی باشن. خطوط دی یک و دی دو موازی به خطوط دی یک و دی دو عمود بر هم. یک دقیقه وقت. بدو طوری بیارید که دوتا خط با هم موازی باشن. فقط الف رو بگید که تو تایم اذیت نشید. بریم. وقتی معادله یه خط رو به هم کامل داده، معادله اون یکی رو نصف نیمه داده توش مجبور گذاشته، یعنی باید برم ام این خط رو به دست بیارم، شیب این خط رو به دست بیارم، مساوی با شیب این خط قرار بدم. خب شیب خط اول گفتم وقتی ایکس و ایگرگ کنار هم خواستی شیب حساب کنی سریع چجوری به دستش بیا؟ منفی ضریب ایکس به ضریب ایگرگ منهای 5 به 3 در مجموع 5. شیب این چنده؟ ام دیگه تو معادله جلسه اول خوندیم تو ام ایکس و علاوه ایچ شیبش میشه. حالا الف گفته دی یک و دی دو با هم موازی باشن، یعنی چی؟ یعنی ام یک مساوی با ام دو، در نتیجه میشه 5/3 مساوی با این ام. پس گفته ام را طوری بیابید تو حالت اول ام میشود 5/3. حله؟ تو حالت دوم گفته خط دی یک و خط دی دو بر هم عمود باشن. خب خط دی یک که داری، یعنی میگی یا ام یکم 5/3، ام دو که اینه مساوی شده با ام. من میدونم برای عمود بودن اگر بخوان عمود باشم باید ام یک در ام دو بشه منهای 1، در نتیجه ام دو میشه منهای 1 به روی ام یک. خب رو جایگزین کن. این چون سوال اول این قد طولش دادم، ام یک چند بود؟ 5/3. منهای 1 بیاد روش، منهای 1 تقسیم بر 5/3 میشه منهای 3/5. درسته بچه ها؟ حله.
امیر حسین تو کلاسی؟ باشه بعد معادله خطی را بنویسید که از نقطه فلان بگذره. بچه وقتی میگفت معادله خط را بنویسید که از یه نقطه بگذره حتما باید به ما شیب رو هم میداد. اما دقت کنید اینجا گفته معادله خطی را بنویسید که از یه نقطه بگذره، به جای اینکه بیاد شیب رو به همون بده گفته الف چی؟ موازی این خط باشد. وقتی میگه موازی این خط باشد یعنی شیب خطی که میخوای بنویسی با شیب این خط با هم دیگه برابر باشن. یعنی برو شیب خط رو تو قسمت الف به دست بیار، نقطه آرم بهت داده، یه خطی بنویس، معادله خط رو بنویس که از آ بگذره و شیبش هم اون باشه. گرفتین چجوری باید حل کنین؟ موازی این خط باشه. خب اول بریم ام این رو به دست بیاریم. ام این چی میشه؟ گفته بودم وقتی ایکس و ایگر کنار هم هم منهای ضریب ایکس به ضریب ایگر منهای ده هشتم. اگر بخوای بهتر بنویسی چی میشه؟ میتونی خب پنج شدون برسی منفی پنج چهارم نهایی پنستار پنج درسته؟ حالا پس حالا باید معادله خط رو بگذارم بنویسم که از آ بگذاره اینشان این باشه. خب میبینیسمش دیگه، اگه قبلا نمیدونستم شد ایگرگ منهای ایگرگ آ یعنی منهای سه مساویه با ام همین منهای دهش در ایکس منهای دیگه سادهش میکنم دیگه چیز سختی نداره. میشه ایگره به علاوه سه مساوی ده منفی دهش رو ایکس این رو توی این ضرب کنم میشه 28 یا ده چهارم. ده چهارم هم میدونم که دو و نیمه. این سه میاد این بر میشه منهای نیم. حالا دیگه کارش نداریم به طور کلی ایگرگ میشه منهای ده هشتم ایکس این ده چهارم میشود پنج دوم یا دو و نیم. این سه میاد این بر منفی میشه میشه منهای نیم. حالا بچه ها اوکیه؟ حله؟ بریم بعدی. عمود بر این خط باشد. وقتی میگه عمود باشد یعنی چجوری باشه؟ شیبش چجوری باشه؟ یعنی شیبش عکس و قرینه این خط باشه. عکس و قرینه. خب برم شیبه این رو پیدا کنم. شیبه این چنده؟ منفیه ضریب ایکس ضریب ایگره من های نوششون. حالا ال خط که میخوام بنویسم چند باشه؟ چون گفته عمود برید باشد پس ام من باید باشه من های
شیش نهم عکس و قرینه مهر های شیش نهم دیگه بسیارش رو بلدم از نقطه آ بگذره امش هم این باشه پس میشه ایگرگه منهای سه مساویه با منهای شیش نهم در ایکس منهای دیگه بقیهش با خودتون بقیهش با خودتون درسته بچه ها حله من خیلی که گذاشتم که بچه ها عکس و قرینه ببخشید عکس و قرینه این دیگه مخفی نداره مرسی کیا گفتن مرسی امیرعلی مرسی آلا مرسی اوکی بچه ها فرمول 13 باشه خونه فرمول 13 باشه خونه بریم جلوتر فرمول 14 در هر یک از موارد زیر نوع مثلث را مشخص کنید آخر کلاس یادآوری کنم یعنی شماره برات بفرست شماره براتون بنویسم بگم چیکار کنیم کلاس دهم یادم رفت بگم بذارید شوخی بچه گفته نوع مثلث رو مشخص کنید مثلث چه حالتایی دارن یعنی چی نوع مثلث رو مشخص کنید بگو ببینم مثلث ها بچه ها دقت کنیم یا با توجه به ذیل هاشون دستبندی میشن یا با توجه به زوایاشون دستبندی میشن مثلا چی؟ مثلثی که هر سه تا ذیلش هم اندازه باشه بهش چی میگیم؟ مرسی پس مثلثی که هر سه تا ذیلش مساوی باشه بهش میگیم مساوی الاضلاع مثلثی که دو تا ذیلش با هم مساوی باشه چی بهش میگیم؟ متساوی الساقین مثلثی که هیچ کدوم از ذیلهاش با هم مساوی نباشد میشه مثلث مختلف الاضلاع مرسی و مثلثی که یه زاویه قائمه داشته باشه بهش چی میگیم؟ متساوی القائم بخور تو سر من متوسطه ای که شما دارد بچه هم مثلث متساوی قائم مثلث قائم و زاویه بله متساوی الاضلاع متساوی الساقین یا خود یکی هم بگی متساوی قائم مثلث متساوی الاضلاع متساوی قائم و مثلث قائم و زاویه مثلثی که یه دونه زاویه نرد داشته باشه حالا وقتی میگه در هر یک از موارد زیر نوع مثلث رو مشخص کنید فعلا تو مرحله اول میگه بریم AB یعنی طول پارخط AB طول پارخط AC و طول پارخط BC رو حساب کنیم طول سه تا پارخط مثلث رو ببینیم که این مثلث متساوی الاضلاع متساوی الساقین یا مختلف الاضلاع پس بدو این انجام بدیم بعدا بهتون یاد میدم که چجوری یک مثلثی قائم و زاویه هم میتونه باشه خود این انجام بدین انجام بدیم
محاسبه طول پارخط رو بهتون یاد دادم. شروع کن طول پارخط AB، طول پارخط AB رو حساب کن، طول پارخط BC، طول پارخط AC. طول سه تا پارخط رو باید حساب کنیم. طول سه تا پارخط رو که حساب کردیم، تصمیم گیری کنیم تو مثلثتون چون مثلثیه. بالا براتون بنویسم. اوکی، طول پارخط آب در واقع بود دلتا ایکس، ایکس بی منهای ایکس آ به توان دو به علاوه ایگرگ بی منهای ایگرگ آ به توان دو. بیا آب یعنی ایکس بی، ایکس بی، ایکس بی چنده بچه ها؟ منهای 6 منهای ایکس آ منهای منهای 1 میشه به علاوه 1 به توان 2 به علاوه اختلاف ایگرگ ها 7 منهای 2 منهای 7. منهای 6 به علاوه 1 میشه منهای 5 به توان 2 25 برداری منهای 2 منهای 7 میشه منهای 9 به توان 2 81. درسته؟ این شد طول پارخط آبی. به طول پارخط آس، یعنی الان اینو بعد در نظر میگیرم. میشه ایکس آ منهای ایکس سی، یعنی منهای 1 منهای 3 به توان 2 به علاوه اختلاف ایگرگ ها 7 منهای 3. بچه تو اینا گیر ندیم، 7 منهای 3 با 3 منهای 7 فرقی نمی کنه چون جفتش به توان 2 میرسه، فرقی نمی کنه. 7 منهای 3 میشه 4، منهای 3 منهای 7 میشه منفی 4 به توان 2 برسه فرقی نداره. منهای 3 منهای 1 به توان 2 میشه منهای 4 به توان 2 16. 7 منهای 3 دوباره میشه 4 به توان 2 16. بعدیش بیسی یا منهای 6 منهای 3 به توان 2 به علاوه منهای 2 منهای 3 به توان 2 منهای 6 منهای 3 میشه 9 به توان 2 81 به علاوه منهای 2 منهای 3 5 به توان 2 25. بچه ها مثلث هم چی شد؟ مثلث هم چی شد بچه ها؟ همه بگم
ساقه. آلا دقت کن. مرسی امیرعلی، مرسی هدیه. بقیه هم بگن. بچه آبی چی شد اندازه زلش؟ 25 به علاوه 81 میشه 106. آسی چی شد بچه ها؟ 16 به علاوه 16 رادیکال 32. بیسی چی شد بچه ها؟ 81 به علاوه 25 106 میشه مثلث متساویون. متساویون ساقه. جلسه بعد درسی میکنیم که آیا این متساوی و ساقه این؟ اصلا این سوالی بچه یکی من بگه متساوی و ساقه این میتونه قائم الزاویه هم باشه؟ متساوی و ساقه این قائم الزاویه داری؟ متساوی و ساقه این قائم الزاویه؟ نه نداریم؟ داریم؟ داریم یه متساوی و ساقه داریم دیگه بچه ها. دوتا زلش باشه 45 اون یکی زلش باشه 90. حالا این 90 این 45 اینم 45 پس این دوتا ساق با هم برابر هم اونا زاویه نه. مرسی. قسمت ب قسمت رو بیرو حل کنی. جلسات بعدی بچه ها بهتون یاد میدم مثلا رادیکال 106 رادیکال 32 اینا رو خواستین عددش رو به دست بیاری چجوری به دست بیاری. هرچی با کلاس همراه تر باشین نکات محاسباتی بیشتری بهتون گفته میشه. میتونین برای جلسه بعدم بخرین ها، ولی کتاب چاپ جدید نیست. از طرفی هم چاپ جدید و قدیم خیلی با هم دیگه فرق نمی‌کنن، مخصوصا برای شما که 11 یعنی حالا بچه کنکوری رو خیلی بهشون تاکید بیشتری می‌کنیم که صبر کنن کتاب چاپ جدید بخرن. اما شما که 11 خب زیاد قرار نیست اتفاقی بیفته، ولی باز هم به نظرم صبر کنین جلسه بعدی بهتون میگم. یعنی این قسمت اصلا این بخش تروفامون تموم شد، همراه با زمانی که جزوه میگیرین کتابتون هم بخرین که تستاتون رو بزنین. فقط یک مقدار امکان داره که تستاتون رو هم دیگه یک کوچولو مثلا یه پا بشه 100-150 تا تست که دیگه حالا اونو با مدیریتی که با برنامه‌ای که بهتون میدم تقسیمش میکنیم بخرین. بریم قسمت بی بکنم اینا که فعلا بکنیم و بقیه حل میکنم. Thank you.
نزده. چی گفته؟ گفته که بریم اول آب رو حساب کنیم. آب چی میشه؟ میشه 5 منهای 2 به توان 2 به علاوه 4 منهای 3 به توان 2. 5 منهای 2 میشه 3 به توان 2 یعنی 2. 4 منهای 2 4 منهای 0 4 به توان 2 16. بعدش آ سی میشه 2 منهای منهای 2 به توان 2 صفر منهای 3 به توان 2. این من میشه 4 به توان 2 16. این من میشه 3 به توان 2 9. بعدیش هم میشود به 3 یعنی 5 منهای منهای 2 5 منهای منهای 2 به توان 2 به علاوه 4 منهای 3 به توان 2. 5 منهای منهای 2 یعنی 7 به توان به علاوه 4 منهای 3 یعنی 1 به توان 2 هم که مثلث هم میشه مثلث متساوی حال مرسی مثلث متساوی حال ساقین. چرا متساوی حال ساقینه بچه ها؟ چرا متساوی؟ چون آبی مساوی با آسی. پس مثلث هم میشه متساوی حال ساقه. حله درسته؟ سوال بعدی چی میشه بچه ها؟ نوشته مثلثی با این روز سه تا رأس به شما داده که توی رأسش اومده برای شما یک مشغول کا گذاشته. در رأس آ قائم الزاویه است. در رأس آ قائم الزاویه است. وقتی میگه در رأس آ قائم الزاویه است یعنی چی؟ وقتی میگه در رأس آ قائم الزاویه است یعنی چی؟ یا اگر شما یه مثلث داشته باشید این باشه زل آ، این باشه بی، این باشه سی. اینم شد. وقتی میگه در رأس آ قائم است یعنی آسی بر آبی آسی عمود بر آبی. درسته؟ وقتی آسی عمود بر آبی یعنی چی؟ یعنی شما برو معادله خط آسی رو بنویس. مگه واسه نوشتن یه معادله خط به دو تا نقطه نیاز نداشتی؟ پس برو معادله خط آسی رو بنویس، معادله خط آبر هم بنویس، توش مجهول پیدا میکنی. چرا؟ چون تو نقطه سی تو کای مجهول داری. شما تو نقطه سی کا داری. پس وقتی معادله آسی رو مینویسی شما به یه مجهولی برخورد میکنی، ولی وقتی معادله آبی رو می‌نویسی به مجهولی برخورد نمی‌کنی. بعد که معادله آبی رو نوشتی بیا شیب خط آبی رو نسبت به شیب خط آسی طوری قرار بده که این دوتا خط با هم عمود باشن. یعنی شیب خط یکی عکس و قرینه اون یکی خط باشد. گرفتین چی کار باید بکنید بچه ها؟ این باشه تمرین خونه. این باشه خونه. مثلثی
وقتی با رأسهای این را در نظر بگیرید، طول میانه آم و معادله آن را تعیین کنید. طول میانه آم و معادله آن را تعیین کنید. وقتی میگه طول میانه آم، یعنی ام رو چه خطی قرار داره بچه ها؟ مرسی امیرعلی. بچه یه سوال یکی از بچه ها پرسیده، گفته مثلثی که مثلث متساوی و ساقین قائم زاویه چطوریه؟ توضیح دادیم چند دقیقه پیش، احتمالا نبودی سر کلاس مهدی. گفتیم که متساوی و ساقین یعنی دوتا ساق با هم مساوی باشن و قائم زاویه یعنی یه دونه زاویه 90 داشته باشه. خب این میشه زاویه 90 درجهش. برای اینکه متساوی و ساقین باشد، پس این دو تا زاویه باید بشن 45 45. این زاویه هم که 90 و این دو تا ساق هم با هم برابره، میشه متساوی و ساقین قائم زاویه. حالا بریم سراغ سوال. مثلثی با رأس طول میانه آم و معادله. وقتی میگه طول میانه آم، یعنی اینکه اگر توی مثلثی داری مثلا اینجوری، این آ، این B، این C، یعنی M شما این وسط باشه، این میشود AM، این میشود AM. یکی گفته بریم طول میانه AM رو پیدا کنیم. بعضی وقتی میخواستیم طول یه چیزی رو پیدا کنیم، مثل طول آب، طول آسه، نیاز به چی؟ مختصات دوتا نقطه داشتیم. نیاز به مختصات دوتا نقطه داشتیم. درسته؟ خب، مختصات آ رو که داری، بعد بری مختصات ام رو به دست بیاری. ام چه ویژگی داره بچه ها؟ مرسی. ام رو بخوای به دست بیاری و بری از فرمول نقطه وسط به دست بیاری دیگه. ام وسط بی و سیه. ام وسط بی و سیه. خب خواستی ام رو به دست بیاری، میشه ام ایکسش میشه ایکس بی بعد به ایکس سی تقسیم به دو، ایگرگش هم میشه ایگرگ بی بعد به ایگرگ سی تقسیم به دو. خب بریم ام رو تشکیل بدیم. گفته ایکس این بله به ایکس این تقسیم به دو، یعنی 7 بله به 3 تقسیم به دو، یعنی 10 بود. 11 بله به 1 تقسیم به دو، یعنی 12 بود. به عبارتی میشه 5 و 6. این شد مختصات این. پس این هم شد 5 و 6. خب آرم که خود سوال داده چی گفته؟ گفته آ 1.9 قسمت الف آ ام میشه رادی. بنویس دیگه 5 منهای 1 به توان 2، 6 منهای 9 به توان 2، 5 منهای 1 4 به توان 2 میشه 16، 6 منهای 9 3 به توان 2 میشه 9. پس کلن میشود 5. پس AM یعنی طول میانه شد 5. حالا باید بریم قسمت بعدی، معادلش رو بنویسید.
معادله آن رو تعیین کنید. معادلش رو تعیین کنید یعنی چی بچه ها؟ معادله رو تعیین کنید یعنی چی؟ مرسی امیرعلی. یعنی که آقا دوتا نقطه، مگه آم نقطه آ و نقطه ام رو نداری؟ برو بین این دوتا شیبش رو حساب کن. بعد شیبو به دست آوردی، شیبو با استفاده از مختصات دوتا نقطه معادله خط رو بلدی بنویسی دیگه. یا شیب ام، شیب خط، شیب در واقع آم چه میشه؟ تفاضل ایگری ها 9 منهای 6 به تفاضل ایکس های 1 منهای 5، پس میشه 3 به رو منهای 4 منهای 3 4. حالا چی میدویشتی؟ ایگرگ منهای ایگرگ یک نقطه، مثلا ایگرگ منهای 1 مساویه با منهای 3 4 در ایکس منهای باشید ایگرگ منهای 9 میشه منهای 3 4 در ایکس منهای 1. این هم میشه معادله خطتون. مرتبش کنیم. گرفتی بچه ها؟ تقریبا سوال سنگینی بود. سوال بخوان تو ترشیحی بهتون بدم همین مدلی میدن. تو تستی فقط گزینه براتون میذارم، مثلا میگن طول میانه ی آم، تازه تو تستایی میشه سوال آسونه. طول میانه ی آم کدام است؟ معادله آن را تعیین کنید. شیبش کدام است؟ متوجه شدیم بچه ها؟ حل؟ اوکی. درس امروز کامل فهمیدیم؟ باید زیاد تست حل کنیم. باید خیلی زیاد تست حل کنیم، تمرین حل کنیم. مثلا دیگه چه میدونم واسه ام نوشتن فرمول از بین بره، واسه اینا به توان دعا خیلی، یعنی باید تو محاسباتتون اینقدر قوی بشین که محاسباتتون دستتون را بیفته. اینا میشن یه کوچولو. میگم امیرعلی بهتون الان نه، ولی چون که کلاسمون کلاس محاسبات نیست، امیرعلی پرسه واسه کلاسه واسه محاسبات نیاز به کتاب داریم، کلاسمون کلاس محاسبات نیست، من جایی که درسمون جلوتر باشه و امکانش رو داشته باشیم بهتون میگم نکته محاسباتی مثل ضرب ها، تقسیم ها، جمع و تفریق ها. اگر وقت بشه حتما بهتون میگم، ولی شما اگر میخواین دستتون را بیفته حتما کتاب مهر و ماه کنکورز، کتاب کنکورز مهر و ماه رو بگیریم و بدون اینکه کاری به کلاس داشته باشیم خودتون شروع کنیم به حل کردن. خیلی بهتون کمک میکنه، پر از محاسبات سالهای اخیره، خیلی بهتون کمک میکنه. مهر و ماه کنکورز نگیم، مثلا تقسیمش رو بگیریم، جمعش رو بگیریم، اینا رو نمیخوام، فقط همون کنکورز. این یه مطلب. مطلب بعد من براتون یه شماره یادداشت میکنم بچه ها. اس فامیل و پایه بهتون میگم چی؟ به این شماره به این شماره چی کار میکنیم؟ اس فامیل، اسم مدرسه و نوع کلاس. مثلا اگر کلاس 11 رو ثبت نام کردیم انگلیسی 11 آنلاین پنج شنبه، اگر هم دهمی هم یازدهم می‌نویسید دهم یازدهم آنلاین پنج شنبه. به من اس ام اس می‌کنین بچا، نه تو واتساپ نه تو تلگرام، به هم اس ام اس بدین.
اوکی؟ که بعد من تو گروه شما رو اد کنم با همون شماره ای که میخواین تو گروه باشین و دستتونه، حالا موبایل خودتونه، شماره بابا یا مامان، فرق نمیکنه. به من به این شماره اس ام اس بدین. اوکی؟ که بعد من شما رو تو گروهمون اد کنم و بعد حالا بهتون میگم دیگه کلاسمون تکلیفش مشخص بشه در رابطه با رفع اشکال هامون به چه صورتیه، بهتون توضیح میدم که حالا تو همون واتساپ و تلگرام یه روزهایی تو هفته، مثلا روزهای دوم یا روزهای فرد رو اختصاص میدیم به رفع اشکال، شب یک ساعت یک و نیم ساعت شما اشکال میفرستیم براتون تعیین میکنم. مثلا میگم روزهای زوج 8 تا 9 اشکالاتتون رو بفرستیم و این میشه واسه رفع اشکالتون. و اون یکی روزاش هم حالا بهتون میگم چه برنامه‌ای دارم، مثلا روزای زوج اگه رفع اشکال کرده، روزای فرد مثلا شبی 5 تا 10 تا بدون سوال از آزمون‌های مختلف با هم دیگه حل کنیم. این دیگه میشه برنامه مهر ماه به بعد. حالا بچه‌ها اوکی، در رابطه با کتابم که گفتم دیگه همه چی توضیح دادم، چیز خاصی نمونده که بخوام بهتون توضیح بدم. هفته آینده دیگه قطعا پنجشنبه هفته آینده بهتون میگم که کتاب بخریم واسه جلسه بعدش بهتون تکلیف بدم. مراقب خودتون باشین بچه ها، خسته نباشین، خدا نگهدار، خدا حافظ. میگن بازم اما اونجا رو که میزنم فقط آماده فقط بعدی آماده باش تا همینجایی که در سال هم ده هم بیا از همون بعدی به فکر کلاس میخوام ازت بپرسم هر دو رو در مفهوم تا همونجایی در سال اوکی؟ مراقب خودت میشه.